سلام دوستان خوبم، به چنل کلکین در یوتیوب خوش آمدید. امروز یک داستان طنز از سنایی غزنوی رو برای شما آماده کردم. سنایی کسی بود که آثار طنز زیادی رو از خودش به جا گذاشت. به همین خاطر در زمره شاعران طنز پرداز ادبیات فارسی قرار داره. البته معروف است که سنایی ابتدا در دربار غزنویان شاعر درباری بوده و ناگهان شیدا شده و به عرفان رو آورده. قطعه‌ای که در این ویدیو آورده شده یکی از بهترین طنزهای منظوم ادبیات فارسی است. پس همه شما خوبان رو به شنیدن این حکایت از چنل کلکین در یوتیوب دعوت میکنم. حکایت مرد فاضل و زاهد ریاکار از حدیقة الحقیقة و شریع الطریقه سنایی بخش 27. در زمانهای قدیم در شهر هرات مردی دانشمند و فاضل زندگی می‌کرد که خواجه‌ای هنرمند بود. او از نظر علم و دانش سرآمد مردمان زمان خودش بود. اما این مرد فاضل هیچ غم و غصه‌ای در این دنیا نداشت، جز اینکه مدت‌ها بود که شرایط همخوابی با پسری زیبارو برایش فراهم نشده بود و از این بابت بسیار در رنج و عذاب بود. آن شنیدی که بود به شهر هری خواجه فاضلی و پرهنری، خسته از رنج بیکرانه دهر، گشته از فضل خود یگانه دهر، از خرد رخت بر فلک برده، مهنتش زیر پای بسپرده. مهنتش را مگر یکی آن بود که در اندوه قوته همدان بود. از قضا پس از مدتها پسری زیبا و بیریش که باب دل مرد فاضل هم بود پیدا شد. مرد دانشمند هم با حیله و کلک بالاخره اون پسر جوان رو برای همخوابی با خودش راضی کرد. مدتی بود تا که گای نداشت، پسری راست کرد و جای نداشت. چون پناهی نیافت مستر شد، به ضرورت به مسجدی در شد. اما خواجه قصه ما یک مشکل دیگه‌ای هم داشت و آن این بود که جا و مکانی مناسب برای این کار نداشت و از طرفی به خاطر فشاری که همدانش به او می آورد نمی توانست دل از پسرک بکند. این بود که ناچاراً برای انجام این کار پلید به مسجدی در همان حوالی رفت. شب هنگام مرد فاضل همراه پسر عمرت داخل مسجد شد و در محراب مسجد که جای تاریکی هم بود مشغول عشق بازی با اون جوانک شد. اما ناگهان نوری تابید و مسجد مثل روز روشن شد. زاهدی زان حکایت آگه شد، پی برون برد و بر سر ره شد. پسری دید برد سرسوی پشت، مرد فاسق گرفته بوغ به مشت. از خوش اقبالی مرد فاضل زاهدی از این قضیه باخبر شد و وقتی اون دو نفر مشغول لوات بودن به سرعت وارد مسجد شد و با چراغ خودش اونجا را روشن کرد. و وقتی اون دو نفر رو برهنه در محراب دید فریادی زد و گفت که این همه شومی شما باشد که نه باران و نه گیا باشد. ای کزی یا کزی، چه کار است این؟ در ره شهر ننگ و آر است این. از چنین کارهاست در کشور آسمان بینم و زمین بیبر. بر بساط زمین نبات نماند، خلق را مایه حیات نماند. از گناهان لوتی و زانی خشک شد چشم ابر نیسانی. بشود لا محاله دهر خراب، چون لواته کنند در محراب. زاهد گفت به خاطر گناه لوات شماست که باران نمی بارد و خشکسالی شده. از همین کارهای شوم شماست که بلاهای آسمانی زیاد شده و تمام زمین خشک شده. از گناه کار شماست که نعمت از اهل زمین گرفته شده. آنگاه زاهد با عصایی که در دست داشت مرد فاضل رو دنبال کرد تا کتک مفصلی او را بزند.
مرد فاضل که دیگر پسر زیبارو رو فراموش کرده بود به سختی خودش رو از دست اون مرد نجات داد و از مسجد فرار کرد. مرد فاسق چو شد برون از در، مرد زاهد گرفت کار از سر. مرد فاسق چو باز پس نگریست تا ببیند که حال زاهد چیست. دید بینیم دانگ و بی حبه، گذر شیخ بر سر دبه. مرد دانشمند یک لحظه ایستاد و پشت سرش رو نگاه کرد و با کمال تعجب دید که زاهد به جای او ایستاده و شلوار از پای بیرون کرده و مشغول کامگیری از پسرک است. مرد فاضل رو به زاهد کرد و با کنایه گفت: این همان مسجد و این هم همان محراب است و او هم همان شاهد. خدا را شکر که بساط ما گناهکاران از روی زمین برچیده شد. اکنون دیگر ابرها پرباران خواهند شد و گیاهان سبز گشته و نعمت بر اهل زمین فراوان خواهد شد. ای زاهد خدا ترس، از برکت وجود تو جهان رستگار خواهد شد. سردرون کرد و گفت: ای زاهد، این همان مسجد و همان شاهد. لیکن از بخت ما و گردش حال بود بر من حرام و بر تو حلال. شکر و منت خدای را که اکنون گشت حال زمانه دیگرگون. بر بساط زمین نبات بماند، خلق را قوت حیات بماند. شکر حق را که ابرها بارید، بدل آب در مروارید. ابرهای تهی پر از نم شد، دل اهل زمانه خرم شد. کشت ها قوت تمام گرفت، کارهای جهان نظام گرفت. سنایی غزنوی در پایان این شعر زاهدان ریاکار رو مورد سرزنش قرار میده و میگه: چون چنینند زاهدان جهان، چه طمع داری آخر از دیگران. زاهدی که این چنین بود فن او، بگریز از سرا و برزن او. تا بدانی که زاهدان چه کسند، همه همچون میان تهی جرسند. همه در بند زرق و سالوسند و از در 100,000 افسوسند. دست از این صوفیان دهر بشوی، تو چه گویی حکایت از خود گوی. تصور کنید که اگر این اشعار در کلاس‌های ادبیات فارسی درس داده می‌شد، کسی سر کلاس خوابش نمی‌گرفت. اون چیزی که سنایی می‌خواست بگه دقیقاً همون چیزی بود که توی ویدیوی قبلی مفصل شرح دادم. همون چیزی بود که حافظ گفت: واعظان کین جلوه در محراب و منبر می‌کنند، چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند. شاد باشید و پایدار.